انتقال مسئولیت های امنیتی زندان بگرام در حال به نیروهای امنیتی کشور سپرده می شود که حامد کرزی رئیس جمهور در دیدار که دو روز پیش با جنرال جان آلن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و جیمز کینز هم سفیر آمریکا در کابل داشت گفته بود. انتقال مسئولیت های زندان بگرام از نیروهای بین المللی به جانب افغانستان باید روز دوشنبه 20 سنبله طی مراسم باشکوهی انجام شود. در همین حال مقام هایی که در مراسم انتقال مسئولیت های امنیتی زندان بگرام اشتراک داشتند آن را نشانه از حاکمیت ملی، حاکمیت قانون اساسی و توانمند شدن نیروهای امنیتی کشور دانستند. به همین شکل در قسمت نگهداری زندان، شیوه های زندانبانی و نگهداری و برخورد با زندانیان هم نیروهای امنیتی ما آموزش دیدند که امروز خوشبختانه شاهد توانایی و قابلیتهایشان هستیم که خود آماده اند تا مستقلانه مسئولیت زندانها و نگهداری زندانها را از جانب قوتهای خارجی بر خود تسلیم شوند و خود عهده‌دار این وظیفه و رسالت شوند که ما این موفقیت بر همه نیروهای امنیتی افغانستان مبارک میگویم. غلام فاروق بارکزی قماندان زندان بگرام گفت نیروهای آمریکایی و افغان در مدت 6 ماه تلاش کردند که پروسه انتقال و مسئولیت‌های زندان را به خوبی تکمیل نمایند. این جای خرسندی است که توانستیم امروز مفادی از توافقنامه ای را که 6 ماه پیش به امضا رسانیده بودیم عملی می‌نماییم. ما مسئولیت امنیتی بیش از 3000 زندانی را که به نیروهای افغان سپردیم و در 6 ماهی اخیر ما شاهد بودیم که نیروهای ارتش ملی می‌توانند امنیت ملی زندان را بر عهده گیرند. در همین حال مقام های دولتی اشتراک کننده در مراسم واگذاری مسئولیت های کامل زندان بگرام از مسئولین افغان این زندان خواستند که با زندانیان رفتار مناسب داشته باشند. انتقال این توقیفگاه در واقع در تامین حاکمیت افغانستان، تامین حاکمیت ملی افغانستان گام اساسی شمرده میشن. ما دولت افغانستان در مطابقت با قوانینش و همچنان در مطابقت به موازین بین المللی تمامی مسئولیت به عهده خواهد گرفت و این ما افتخار است برای ما که در راه تأمین حاکمیت قانون یک گام دیگه می برد. این است که امروز مسئولیت رسمی تعقیبگاه بگرام از جانب قوات‌های ناتو و ایساف و جانب افغانی و خصوصا به قماندانی نظامی پلیس نظامی سپرده می شود چیزی که در خور اهمیت است و است که باید در قسمت معامله با همچو محبوسین و کسایی که تحت توقیف قرار دارند تا که حکمشان از جانب محکمه ببراعت یا محکمه ثابت میشه کاملا حقوق بشری، حقوق انسانی، حقوق شرعی و قانونی این افراد جدا مد نظر گرفته شود. البته بعد از این مسئولیت های سرپرستی و نگهبانی زندان و برخورد و پیش آمد با زندانیان به طرف افغانی سپرده میشه. این وظیفه بزرگ و مهم و عمده است که ما امیدوار هستم و توجه برادرای در ایس راستا جلب میکنم و به ملت خود و به جامعه جهانی این تعهد را میسپاریم که مطابق به قوانین نافذی کشور جمهوری اسلامی افغانستان در توافق و توافق و توازن با تعهدات و میثاق‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی که دولت ما در طول تاریخ از وقتی که عضویت سازمان ملل را کمایی کرده بود تا امروز ما به تمام تعهدات خود در منازعات مسلحانه پایبند بوده و آنچه که ایجاب می‌کند در رابطه به حقوق حقی محبوسین در توقفگاه پل بگرام و پل چرخی حقوق حقیشان را برابر قوانین نافذی کشور خود و تعاملات جهانی حقوق بشر و بالاتر از همه اسلام عزیز امتر رعایت میکنیم. بر اساس معلومات رئیس زندان بگرام بیش از 600 تن زندانی که در 6 ماه اخیر بازداشت شده اند اکنون در اختیار نیروهای آمریکایی اند و هفته آینده به نیروهای افغان تسلیم داده خواهند شد. همچنان بیش از 50 زندانی شهروندان خارجی در این زندان نگهداری میشوند که اکنون در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارند.
موافقتنامه انتقال تدریجی مسئولیت زندان بگرام از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی افغان 6 ماه قبل میان حامد کرزی رئیس جمهور کشور و جنرال جان آلن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به امضا رسید.